بینندگان عزیز، همونطور که میدونید روز 10 اکتبر رو پشت سر گذاشتیم. 10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام هست. در همین رابطه سازمان آزادی زن هم در شهر گوتنبرگ سوئد در اکسیونی که در این شهر برگزار شده بود شرکت داشت و توی این اکسیون از طرف سازمان آزادی زن و نهاد بانکت که نهادی هستش با خواست محاکمه سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت صحبت کردن. این خواستها و دلایلش به وسیله نیما سلیمی و روزبه هزایی به گوش مردم به زبان فارسی و به زبان انگلیسی رسید. من میخواستم این خواستها رو یک بار دیگه اینجا برای شما هم بگم. سران رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه مردم به این دلایل باید محاکمه شود. شکنجه و اعدام بیش از 100 هزار تن از زندانیان سیاسی، سنگسار زنان و مردان به جرم عشق ورزیدن، اعدام همجنسگرایان، تجاوز اسلامی به دختران 9 ساله، سرکوب هر گونه آزادی سیاسی، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، تشکل، اعتصاب و تظاهرات، اعمال آپارتاید جنسی در جامعه، اعمال حجاب اجباری که حجاب اسلامی هم میشه خطابش کرد، سرکوب سیستماتیک زنان، تحمیل فقر و فلاکت و گرسنگی گسترده بر جامعه، استثمار قانونی کودکان خردسال، عدم پرداخت چندین ماه حقوق صدها هزار کارگر، سرکوب خوشی و شادی و فراغت و غارت و چپاول اموال مردم ایران. بینندگان عزیز، با مراجعه به سایت سازمان آزادی زن میتونید شما هم دادخواستتون رو به صورت نامه برای سازمان آزادی زن و این نهاد بفرستید. تلاش میکنیم عکس ها و فیلمی رو از این اکسیون باشکو برای شما پخش بکنیم و امید این هستش که شما هم به جنبش جهانی علیه اعدام بپیوندید. Against the people in Iran executing more than 100,000 of political prisoners, executing gays in Iran, stoning women and men for consensual sex, imposing gender apartheid, systematic aggression of women, and imposing extreme poverty as destitution on society, imposing compulsory rape, legalizing child labor, withholding wages of hundreds of thousands of workers for several months, suppressing pursuit of happiness, the separation of public funds and people's possessions, down with the Islamic Republic of Iran. Net net Islam is Qatar and regime in Iran. Net net Islam is Qatar and regime in Iran. نیما سلیمی اکسه ها نتل نیما روش بود پاسده. ما خواهان محاکمه سران حکومت جمهوری اسلامی به این دلایل هستیم: شکنجه و اعدام بیش از 100 هزار تن از زندانیان سیاسی، سنگسار زنان و مردان به جرم عشق ورزیدن، اعدام همجنسگرایان، تجاوز اسلامی به دختران 9 ساله، سرکوب هر گونه آزادی سیاسی، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، تشکیل و اعتصاب و تظاهرات، اعمال آپارتاید جنسی در جامعه، اعمال حجاب اجباری، سرکوب سیستماتیک زنان، تحمیل فقر، فلاکت و گرسنگی گسترده بر جامعه، استثمار قانونی کودکان خردسال، عدم پرداخت چندین ماه حقوق صدها هزار کارگر، سرکوب خوشی و شادی، فراغت و غارت چپاول اموال مردم. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. شهروندان معتصم‌تاگر، without the 3rd October, international matter of mood, toxic strafe. Toxic strafe, downtown strafe.
Ekbar Barnes Candling, som används av makthavare för att tysta med folket. Islamiska regimen i Iran är ett symbol för dödsstraff. Islamiska regimen under 3 decennier av makthavande har avrättat mer än 150 000 fångar i olika delar av Iran. Och den här regimen har som vardagsmått att ta livet av människor. Ingen människa, varken stat, varken polis, varken individ har rätt att kränka absolut grundläggande rättigheten för en människa, det vill säga rätten till liv. Idag, med oss miljontals människor världen över, går ut på gator och torg och kräver avskaffande av dödsstraff som en barbarisk handling. Vi ansluter oss till deras kamp. Vi ansluter oss till iranska folkets kamp mot islamiska regimen och kräver den internationella dagen mot dödsstraff att dödsstraffet bör avskaffas. Det är många länder som har idag inte tillämpat dödsstraff. Och det är ett glädjande. Men det finns flera länder, bland annat USA, Iran, Kina och flera andra arabiska länder som tillämpar den här barbariska handlingen. På internationella dagen mot dödsstraff, det är en hög tid att hålla rösten och kunna avskaffa dödsstraffet över hela världen. There's a fire
dark. Finally, I can see you crystal clear.